امروز روز عید بزرگی است، روز ولادت یک شخصیت بی‌نظیر در تاریخ بشر است که ما بعد از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله هیچ کسی را به عظمت شخصیت امیرالمؤمنین نمی‌شناسیم. باید امروز عیدی بگیریم. عیدی ما درس گرفتن است. درس بگیریم. همه زندگی امیرالمؤمنین جهاد است و صبر لله است و معرفت است و بصیرت است و حرکت در راه رضای الهی است. از دوران کودکی به پیغمبر ایمان آورد، در دوران کودکی با پیغمبر نماز خوند، با پیغمبر جهاد کرد، برای پیغمبر فداکاری کرد. در طول زندگی خود در حیات پیغمبر یک جور، بعد از رحلت پیغمبر هم در ادوار مختلف برای اقامه حق، اقامه دین خدا، حفظ اسلام همه تلاش خود را به عرصه آورد. میزان حق از نظر پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین است. زندگی امیرالمؤمنین سرتاپا درس است و اون چیزی که در میان رفتارهای امیرالمؤمنین که شامل همه خصلت‌های نیک یک انسان و یک زمامدار است، انسان مشاهده می‌کند که برترین این خصوصیات برای امروز ماست مسئله بصیرت بخشی و بصیرت دهی به کسانی است که نیاز به بصیرت دارند، روشن کردن فضا. امیرالمؤمنین اهل بصیرت دادن است. امروز ما به این احتیاج داریم. امروز دشمنان دنیای اسلام، دشمنان وحدت اسلام با ابزارهای دین وارد می شوند، با ابزارهای اخلاق وارد می شوند. باید هوشیار بود. اونجایی که میخواهند افکار عمومی مردم غیر مسلمان را فریب بدن، نام حقوق بشر را میآورن، نام دموکراسی را میآورن. اونجایی که میخواهند افکار عمومی دنیای اسلام را فریب بدهند، نام قرآن را میآورن، نام اسلام را میآورن، در حالی که نه به اسلام و قرآن اعتقادی دارند، نه به حقوق بشر اعتقادی دارند. این را امت اسلامی باید بدانه.